رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را بی واسطه مادر و دایه در طفلی حاصل آن روزه چو باغ عارفان حاصل آن روزه چو باغ عارفان از سموم سرسر آمد در امان یک پلنگی طفلکان نو زاده بود گفتم او را شیر ده طاعت نمود پس بدادش شیر و خدمتهاش کرد تا که بالغ گشت و زفت و شیر مرد چون فتا مشد بگفتم با پری تا در آموزید نطق و داوری پرورش دادم مرو رازان چمن کی بگفت اندر بگنجد فن من داده من ایوب را مهر پدر بهر مهمانی کرمان بی ضرر داده کرمان را برو مهر ولد بر پدر من اینت قدرت اینت ید مادران را داب من آموختم چون بود لطفی که من افروختم صد عنایت کردم و صد رابطه تا ببیند لطف من بی واسطه تا نباشد از سبب در کشمکش تا بود هر استعانت از منش ورنه تا خود هیچ عذری نبودش شکوتی نبود زهر یار بدش شکوتی نبود زهر یار بدش این هزانه دید با صد رابطه که بپروردم ورا بی واسطه شکر او آن بود ای بنده جلیل که شد او نمرود و سوزنده خلیل همچنان کین شاه زابده شکر شاه کرد استکبار و استکسار جاه که چرا من تابع غیری شوم چون که صاحب ملک و اقبال نوام لطفهای شه که ذکر آن گذشت از تجبر بر دلش پوشیده گشت همچنان نمرود آن الطاف را زیر پا بنهاد از جهل و عما این زمان کافر شد و رحمی زند کبر و دعوی خدایی می کند رفته سوی آسمان با جلال با سه کرکس تا کند با من قتال صد هزاران طفل بی تلویم را کشته تا یابد و ابراهیم را که منجم گفته کن در حکم سال ذات خواهد دشمنی بهر قتال هین بکن در دفع آن خصم احتیاط هر که می زایید می کشت از خبات کوری او رست طفل وحی کش ماند خونهای دگر در گردنش از پدر یابید آن ملک ای عجب تا غرورش داد ظلمات نسب دیگران را گر ام و اب شد حجاب او زما یابید گوهرها به جیب او زما یابید گوهرها به جیب گرگ درنده است نفس بدیقین چه بهانه مینهی بر هر قرین در زلالت هست صد کل را کله در زلالت هست صد کل را کله نفس زشت کفناک پرصفه زین سبب میگویم این بنده فقیر سلسله از گردن سگ بر مگیر گر معلم گشت این سگ هم سگ است باش ذلت نفس هوکو بدرگ است فرض می آری به جا گر طایفی بر سهیلی چون عدیم طایفی تا سهیلت واخرت از شر پوست
شوی چون موزهی همپای دوست. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرند در مصحف آن چشمت کجاست. ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مو می شکافت. قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان می زد لهب.